عرض شب خیر و شالام شب تو این هفته خوب و پر برخای رو همه شروع کنیم و انشالله بتونیم خبر خوش از همه دنیا یه راسان بشنویم معمولا شبای یک شبات کلاس ماشیخی داریم و سعی میکنیم که زندگی خودمون و دوربرامون رو با صحبته که در مورد ماشیخ میکنیم بهتر کنیم و گئولا و نجات رو بتونیم بهتر در کنیم دنیا هدفی داره البته هر کس تو این دنیا معمولیتی داره زندگی خودمون رو انجام میدیم معمولی کار زندگی تورا اعمال خوب ولی به صورت کلی شخصی خواهد اومد که دنیا اون موقع به تکامل خودش خواهد رسید و تمام سختی دنیا جنگ ها بدبختی ها بیماری ها میره کنار این خواب و خیال نیست یک حقیقته و هر چیزی بیشتر در این مورد صحبت کنیم ایمانمون رو میتونیم قوی و قوی تر بکنیم تو پارش های هفته که همه دنیا خواندن و خیلی قشن یه خیلی قشنگ یه جا هست که بعد از 22 سال که دیدار به دیدار میرسه یوسف و بنیامین دو تا برادر یوسف روی گردن بنیامین میفته گریه میکنه و بنیامین هم رو گردن یوسف یک صحنه خیلی هیجانی چیزی که از همه ایرانی داستان یوسف و, این دوریا و بعد دیدار به دیدار واقعا دوست دارم و عشق خیلی ها رو میتونه در بیاره راشی مفسر تو رو میفرماد این آدم های ساده نبودن درست دیدار به دیدار رسید ولی یوسف داشت گریه میکرد به خاطر دو تا به تمیقاش که یعنی خونه های خدا تمپل که در منطقه بنیامین خواهند بود در آینده و خراب میشن و بنیامین وقتی رو گردن یوسف داد بود گریه میکرد متوجه بود میدید در آینده که میشکن شیلو مسکن اون خانه که موقتا خواهد بود تا زمان آبادی به تمیق داشت در منطقه یوسف خواهد بود و اونجا چیه دید که خراب میشه یعنی هر کدوم از اینا داشتن گریه میکردن به خاطر یک اتفاقی که برای برادر میفته یوسف برای بنیامین و بنیامین برای یوسف البته گفتیم که این آدم معمولی نبودن حالا هر برادری بعد از 22 سال دوری دیدار به دیدار برسه حتما گریه میکنن احساساتی میشن ولی اینها جای خودش داره مثلا وقتی به یعقوب خبر رسید که یوسف فسرت زنده هست پدر اول مقدار باور نکرد ولی وقتی بهش گفتن که مسلط هم هست روی سرزمین مصر اون موقع تو رو میفرماد و روح یعقوب زنده شد روح یعقوب فکر کنه مثلا پسرش از لحاظ مادی بعد از 22 زاد زنده است هر پدری خوشحال میشه پسری زنده است ولی اگر رفته بود اسیمیلیت شده بود قاطی شده بود و از بین رفته بود از لحاظ معنوی آیا اونقدر میتونست یعقوب پدر قوم یهود خوشحال کنه بنابراین وقتی بهش گفتن که یوسف زنده هست تو مصر و نه تنها زنده هست بلکه مسلط عوض که نشد هیچی بلکه حتی مصرم تحت تاثیر خودش قرار داده واو این موقع میگه زنده شد روی یعقوب و همینجور وقتی که پدر و یوسف دیدار به دیدار میرسه یوسف رو گردن پدر میفته سور دوشش و گریه میکنه ولی تورا نمیگه که یعقوب داشت گریه میکرد چرا میگه یعقوب داشت در اون موقع شما اسرائیل دعایی میخوان و این عشق و این احساسات رو میخواست لذتی که الان اصلا مشابهش وجود نداره یک پدر بدونه بعد از 22 سال فرزندش زنده هست به خداوند بده در آدم معمولی صحبت نمی پس وقتی یوسف و بنیامین رو گردن هم افتادن و گریه میکنن به غیر از احساس برادرانه در مورد خرابی به تمیق داشت و خرابی میشکان که در منطقه اون دیگری هست اینا میدیدن و این به حالت گریه اینها رو آورد و سؤالی که هست میگن آدم قاربل اسما انسان نزدیک به خودشه درست من درد دیگری رو احساس میکنم زخمش ناراحتیش ولی خب هر کسی به خودش نزدیکتره چرا یوسف برای خرابی خونه که در منطقه خودش در آینده اتفاقی میفته گریه نکنه و چرا بنیامین هم برای خرابی دوتا به تمیق داشت که در منطقه بنیامین در آینده خواهد بود گریه نکنه چرا هر کسی باید گریه کنه برای دیگری و چه رفتی داره به ماشیه چون کلاسمون امشب در مورد ماشیه خیل. خیلی قشنگ جواب میدن فوق العاده زیبا گریه هیچ دردی رو علاج نمیکنه برای شروع وقت انسان زیر فشار سختی خوربان خرابی های مختلفه یکی خونش خراب شده به داشت یکی ممکن تو الکل مواد مخدر رفته قمار یک ممکن بیزینسش تحت تاثیر قرار گرفته باشه هر کس ممکنه به یک جوری مسئله داشته باشه خرابی توی زندگیش بیاد این برای اول خوبه که مقدار انسان رو آروم میکنه به انگلیسی میگن فریم آف مایند یک دیدگاه قشنگ بهش میده ولی اگر بخواد بشینه دست رو دست پیزارو و گریه کنه گریه هیچ دردی را علاج نمیکنه بلکه باید چیکار کنه وایس شروع به کار اکشن عمل انجام بده جنگجو باشه وقتی میبینیم که ملت یهود از مصر میان بیرون بعد از 210 سال آزاد میشن روبرو رو دریاه پشت سر مصری با لشکر اومدن دو مالشون نه راه پیش دارن نه راه پس و اونجا میدراش میفرماد یهودی ها به چهار دسته تقسیم میشن یکی میگن جنگ کنیم یکی میگن خودکشی کنیم یکی میگن دعا کنیم یکی میگه برگردین مصر و همه ناراحت نمیدونن چه کار کنن یک نفر فقط یک نفر نقشون بن امیناداب میگه خداوند گفته بری جلو موقع دریافت توراه چرا اینقدر دارید درنگ میکنید و میره جلو توی آب میاد آب بالا بالا, بالا تا گردنش میرسه بعد خداوند دریا رو چه کار میکنه موجزوار باز میکنه از تو حرکت از من برکت پس میبینیم که برای خود انسان گریه کردن و تو سر خود زدن و نشستن و تو لاک خودش رفتن و دیپرس شدن و افسرده شدن و احساس پشیمانی کردن اگر من این کار رو میکردم اگر من اون کار رو میکردم اگر اگر انسان رو به جایی نمیبره ولی در مورد دیگری وقتی انسان ببینه یه نفر خونش خدایی نکرده خراب شده خوربان خرابی نوعای مختلف داره یه نفر ممکنه خودن که داره طلاق میگه یه نفر وضع مالیش خرابه یه نفر توی الکل قمار مواد مخدر ارتباط نامشروع انسان تمام سعی خودش رو میکنه که اون رو نجات بده احساس همدردی هم میکنه ولی وقتی میبینه طرف حالیش نیست و یا دیگه نمیتونه بیش از این کمکی بکنه چون خود انسان باید بخواد اگر همه دنیا هم بخوام بیان نفر کمک کنه خودش نخواد که فایده نداره اون موقع است که انسان گریه میکنه بنابراین انسان برای خودش گریه کردن در درد علاج نیست علاج هیچ فایده نداره ولی برای دیگری چون دیگه نمیتونی کاری کنه و خودش قدم و برداره انسان چه کار میکنه گریه پس بنیامین برای خرابی که در منطقه یوسف خواهد افتاد گریه میکنه و یوسف هم برای خرابی که در منطقه بنیامین اتفاق خواهد افتاد سالها بعد گریه میکنن میدیم هولوکاست خیلی وقت پیش نیست و نسل ما بوده وقتی که 6 میلیون یهود و یک میلیون فرزند رو از بین بردن به طرز فجی و اینها تمام دارایی خانواده پول اصلا همه رو از دست دادن دست خالی اینا میرن اسرائیل و اونو کار میکنن کشور اسرائیلی که حتی خرابه بود و و خیلی سخت بود مثل الان نیست که اینقدر آباد شده و تو دنیا حرف اول میزنه حتی بعضی از دوستان توی کنیسا تعریف میکنن که پدراشون توی سطل زباله دنبال غذا میگشتن اینقدر وضع کشور اسرائیل سخت بود ولی اونجا رو چه کار کردن با چنگ و دندون ساختن کی بعد از اینکه 6 میلیون ما کشته دادیم یعنی اگر دست رو دست میذاشتن آقا به ما ظلم شده گریه کنیم تو لاک خودم بریم آمریکا کجا بود کشور نمیدونم سازمان ملل که چرا هیچ کس صداش در نمیاد خب اینا خیلی هستن الان متاسفانه بیماری اومده به اسم ویکتمایز ما قربانی جامعه هستیم به ما ظلم شده دیسکریمنیز شده حق ما رو کردن و میشنن تو آخر عمر هی گریه میکنن تو سر خوش اگر این کار کرده بودم این جور میشد اوکی باید انسان جنگجو باشه فایتر و گری اولش میکنه انسان طبیعی نه ما که فرشته نیستیم ولی اگر بخواد تا آخر عمر بشینه و به خاطر اشتباهاتی که کرده هی به خودش نمیدونم ود بد و بیرا بده و و تو لاک خودش بره و افسرده بشه و اینا هیچ دردی گریه این اصلا فایده ای نداره بنابراین زمان به وقتی که خداوند به خاطر گناهانی که ما کردیم که یکیش آخرینش از که دو هزار سال پیش خونه خدا خراب شد و ما یهودی سرگردان آواره چهار گوشه دنیا شدیم به خاطر سینت خینام. دشمنی بیهوده از هم دیگه تنفر داشتن بدون دلیل هیچ و پوچ اگر بخوایم بشینیم تو سر خودمون بزنیم آ پدران ما چه کار کردن خب دردی علاج میکنه دوستان اگر منم از کسی قهرم ناراحتی دارم تنفر دارم مسائل مالی مسائلی که به من بی می میکردن باید بلند شم باید حرکت کنم این مسئله رو حل کنم دست رو دست گذاشتن و منتظر فردا شدن و انکار کردن و و توی لاک خود رفتن هیچ کمکی نمیکنه گریه مخصوصا هیچ کمکی نمیکنه بنابراین تورا داره به ما یاد میده اگر خونه خدا خراب شده اگر یهودی سرگردانه باید کاری بارش انجام بدم تنفر نداشته باشم من از کی بدم میاد من شخصا از تو بدم یاد. برم هر جوری شده دل طرف رو به دست بیارم اگر موضوع مالیه بهش برگردانم اگر آبرو حسیتش بردم دلش رو به دست بیارم ازش تقاضه مخلا بخشش بکنم این میشه حرکت اکشن عمل تو این دنیا ولی گریه کردن و تو سر خود زدن هیچ وقت هیچ مسائلی رو نمیتونه حل بکنه و میبینیم چقدر قشنگ دو تا برادر یوسف و بنیامین رو گردن هم که میفتن اشاره به این میکنه چون که گردن سر و بقیه بدن رو به هم متصل میکنه همینجور هم به تمیق داشت خونه خدا سر یعنی خداوند رو به ملت یهود و همه دنیا متصل میکنه پس بیدلی نبود که هر کدام رو گردن دیگه افتادن یوسف و بنیامین <coughs> دارن چه کار میکنن گریه میکنن البته وقتی گفتیم که یوسف و یعقوب هم پدر و پسر بعد از 22 سال دیدار به دیدار میرسه یوسف گریه کرد ولی یعقوب داشت شما اسرائیل میخوان در کن اسرائیل بشنا که خدای ما یکی خواست اون عشق و محبتش گفتیم به خداوند ابلاغ کنه لذت رو بهترین عشق الان به خدا بده ولی تو گماره برا خود تلمود میاره میگه هر کسی که شما اسرائیل رو بخونه مثل این که قربانی آورده حالت به داشت خونه خدا داره پس حتی یعقوب هم داشت کار میکنه چون پدر بنیامینه و میبینه که اون در آینده خونش خونه خدا داره خراب میشه داره چه کار میکنه شما اسرائیل یعنی اکشن کار عمل ولی یه نفر برای دیگه اون میتونه گریه کنه یوسف داشت گریه میکرد برای بنیامین یا توی دو آغوش پدر ولی پدر گریه نمیکرد و همچنین بنیامین هم برای خودش گریه نمیکرد برای یوسف یوسف هم برای خودش گریه نمیکرد بلکه برای بنیامین تو زندگی هر کس باید بدونه که این دنیا دنیای عمل دست رو دست گذاشتن و گریه کردن و احساس ندامت و پشیمانی و اگر من این کار نمیکردم اینجوری نمیشدم اگر این نمیشه ما اینجا نبودیم اینها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه امیدوارم هشام کمک کنه یکم به خودمون بیایم اون کینه ها تنفر رو بیزاریم کنار از یوسف از صدق یاد بگیریم که درس فوق العاده به ما یاد میده با وجودی که به این درجه بالا صدر اعظم مصر رسید وقتی برادرها رو دید که در سن جوانی 17 سالگی اونو تو چه انداختن حتی میخواستن بکشنش بفروشنش تو مصر اومد 12 سال زندان بود بعد وقتی دور از خانواده ولی انتقام نگرفت بلکه بزرگوار بود گفت خداوند مرا به یه دلیلی اینجا آورده شما اصلا ناراحت نباشید و گذاشت اینا عزت نفسشون سلف استیمشون سر جای خودش باشه امتحانشون کردی دیگه نه اون حسادت رو ندارن و تنفر ندارن حتی حاضرن جان فشانی کنن وقتی که بنیامین رو گرفت یهودا اومد گفت اگر بنیامین برادر رو به من پس ندی من یا کشته میشم یا تو رو میکشم من دست خالی از اینجا بر نمیگردم یوسف دید واو وقتی که من یوسف تو چاه انداختن هیچ کس صداش در نیامد ولی که حالا اینا برگشت کردن توبه کردن تشیوا کردن آدم های عوض،, عوض شدن بهتر شدن عمل اکشن خودشون چیکار کردن بهتر کردن و یوسف خواست به اینها یه حالت خوبی بده که اینا توبه کنن برگشت کنن و بتونن سری بین سرا در بیارن یه سلف استیم یک حرمت نفس خوبی داشته باشن یک احساس حقارتی نکنن چون میتونست همون اول بدونی که به اینا گیر بده آقا من بخشیدم کار به کاری به کارتون ندارم شمار به خیر مار به سلامت ولی ها این موقع دیگه آدمایی میشدن پوچ بی ارزش اصلا نمیتونستن سر بیارن بالا یوسف خواست که این احساس خوبم به اونها بده با وجود که میتونست به پدرش اطلاع بده که من زنده هم ولی دندون رو جگر گذاشت به برادره که اومدن همون اول خودش رو معرفی نکرد باز دندون رو جگر گذاشت که این احساس خوب سلف استیم حرمت نفس رو به این برادرا بده که توبه که میکنن اشتباهی که کردن درست کنن یه احساس خوبی داشته باشن و بدونن اگر من اشتباه کردم ترمیمش کردم درستش کردم و خوب انسان این اپرچونیتی این فرصت رو به کسی که به ما ظلم کرده بدیم انتقام نگیریم هیچی کینه نداشته باشیم هیچی بلکه فرصت بدیم که توبه کنن برگشت کنن و احساس خوبی به اونها بدیم چجوری یوسف بزرگواری کرد بنابراین این حرفایی که مثلا این نفر از هم قرد میکنم من تا قبرم برم نمیتونم ببخشم من کینه ایم من از وجود خودم نمیتونم بیرون کنم من احتیاج به زمان دارم باید سالها به نه اینا چرت و دوستان باید وقتی نیست با اون صورت دیگه ما زمانه داره سریع سر میگذره سعی کنیم هر ناراحتی هر کدورتی مثل یوسف و بزرگواری و خیلی قشنگ معدبانه دور کنیم از هم دیگه از کسی کینه نداشته باشیم و بدونی که تمام اینها نهایتا برای خوبی ما است که خداوند کمک کنه بتونیم برگشت کنیم رفتارمون رو بهتر کنیم و انشالله دیدار به دیدار ماشیخ برسه شاوات ها هفته خوب و پربرخ های همه داشته باشیم